خدا سلام، بریم سراغ ترکیه. شنونده هامون رو به روز نگه داریم. تو تحلیل سوریه سازی یکی از دوستان نوشته بود که آقای ندیم، شما داری صحبت یکی از تحلیلگرا رو میکنی تو ملی گرایی. من یه چیز بگم تو این پرانتزا، بحثی که من باز کردم این بود که آقا دین و ملی گرایی جدا از هم نیست. هر دو در واقع این دینی که اومد توی کشور ما با اون فضای پیش فرهنگی ما که لطیف گونه هست، در کنار مظلوم ایستادن هست و اساسا ایرانی ها جنس خشنی ندارن دیگه، ما فضای ناسیونالیستی چگاه نداریم. اون بعد دین تزریق شد. من یک کلمه ساده گفتم، ایرانیزیشه کردیم ما دین رو. صحبت بر سر اون نوع تفکر اون تحلیلگری که به این مسائل میپردازه، من از اون بعد نگاه نمیکنم جریان فکر من. اساسا خودم انسان مذهبی هستم و همیشه سعی میکنم تحلیل ها رو با جمله به نام خدا شروع کنم. اساسا دین چیز خوبیه. من با آتئیست ها گاهی صحبت میکنم، تو حوزه کاری من نیست دیگه، مناظره میکنن اونها با در واقع افرادی که متخصص دین هستن. همیشه من تو فضای خودم میگم آقا بدون دین مردم مشکل دارن. چرا؟ اساسا شما اگه دین رو حذف کنی اخلاق میمیره. یعنی شما اگر زندگی پس از مرگ رو نداشته باشی، چرا اون کسی که فقیره باید فقیران زندگی کنه؟ میره هر گونه بیقانونی که میخواد انجام میده تا ثروتمند شه. چون میگه یه بار که بیشتر زندگی نمیکنم، پس مرگم هم که دنیایی نیست. دین امید میده. دین در واقع در مشکلات و سختی ها مردم رو امیدوار نگه میداره. دین چیز خوبیه. اگر ما بد استفاده میکنیم بحث دیگه ایه. اما دینی که اومد توی کشور ما با اون نگاه فرهنگی و ریشه های ما یک لطافتی گرفت. اینجاست که من میگم در واقع ما فضای ملیگرایی و تشیع و محرم و نورزون از هم جدا نیست، دوبال نیست، یکیه، کاملا یکیه. ما داریم گمش میکنیم، ما داریم اینا رو دوتا میکنیم و دوتا دوگانه ایجاد میکنیم. یک سری اینوری حساب میشه، یک سری اونوری. نه، ما دین رو درست استفاده کنیم همون ملیگرایی ماه. چون اساسا نگاه ریشه های فرهنگ ما با لطافت از همه اقوام ما مهمان پذیرن. کجای دنیا مهمان پذیرن؟ هر شهری میریم شهر مهمان پذیره، شهر مهربانیه. شما نگاه کنید درهای خانه ها همه به روی هم بازه. شما هر شهر ایران برید با هر اقوام و قومیتی که هستن، شما برید اونجا ببینید بهترین در واقع میزبان، فضای یک میزبانی که شایسته وار از مهمانش پذیرایی میکنه رو حتما باش روبرو میشید. این فضایی که من وارد شدم، اشتباه نگیرید، تفکر من به این شکله. فقط ما باید اینو گم نکنیم، اینو جدا نکنیم، اشتباهه. این دو یکیه. ایرانی ها اساساً انسان های مذهبی هستند و فرهنگ و ریشه های ما هم با لطافت هست و در واقع این دو ترکیبی از همن. اگه اینا رو از هم جدا کنیم به مشکل میخوریم. میخواستم بحث ترکیه کنم، چرا اینجا رسیدیم؟ سه دقیقه گذشت، بیایم بحث ترکیه رو باز کنیم. یه وقتی تو این تحلیل از تحلیل قبلی توضیح دادم، شاید بعد جدا توضیح میدادم، ببخشید. بریم سراغ تحلیل. اما انتخابات ترکیه نزدیکش 5-6 ماه دیگه است. یه دعوایی هم توی مجلس دیدید بین نمایندگان شکل گرفته بود تو ترکیه، فیلمش اومد بیرون. چی داره اتفاق میفته؟ من بهتون بگم، یکم آماده باشیم برای انتخاباتش، یه اطلاعاتی داشته باشیم ترکیه چه اتفاقاتی افتاد. اول اتفاقی که افتاد، حزب عدالت توسعه و آقای اردوغان یک قانون اساسی رو تنظیم کردن چند سال پیش که نخست وزیری حذف شد، ریاست جمهوری موند و در واقع میزان اختیارات ریاست جمهوری هم افزایش پیدا کرد. بعد از اون کودتای 2016 اومدن همه پرسی گذاشتن و یکی دو سال بعدش خب نخست وزیری حذف شد. قبلا ریاست جمهوری یک پست تشریفاتی بود در ترکیه، نخست وزیری هم یک دوره ای داشت. آقای اردوغان نخست وزیر بود اما یک دوره اومد شد رئیس جمهور، مثل اون چیزی که توی روسیه بود دیگه، بین مدودف و پوتین. حالا
ما الان یک اردوغانی رو داریم که اومد با تغییر قانون اساسی و یه نکته کلیدی اومد انتخابات زود هنگام برگزار کرد و شد رئیس جمهور. حالا توی نظرسنجی هایی که داره میاد اشاره میشه که آقای اردوغان و حزبش محبوبیتشون کاهش پیدا کرده، تورم، بحث اقتصادی، نارضایتی های عمومی، سرکوب های گسترده که بعد به بهانه کودتا بعد از اون اتفاق افتاد و اپوزیسیونی که فعالتر و بهتر و قویتر داره عمل میکنه در داخل ترکیه، اینا دلایلشه. اما یه نکته وجود داره، اردوغان برای انتخابات چند تا مشکل داره. مشکل اولش چیه؟ تو اون رقابت انتخاباتی مشکل اولش اینه که اپوزیسیون این با هم دارن ائتلاف میکنن. مثلا خب یک الیت دور آقای اردوغان بود و ترکیه واقعا یک دوره شکوهمندی رو گذروند. روزی که در واقع حزب عدالت توسعه شکل گرفت، افراد به حلقه بالا دست این حزب افراد توانمندی بودن. داوود گل بود، ببخشید عبدالله گل بود، داوود اغلو بود، علی بابا جان بود، اینا همه بزرگان جریان های سیاسی ترکیه تو اون حزب بودن. اینا جدا شدن از اردوغان. حالا حزب عدالت توسعه بخش الیتش جدا شدن و اینا هر کدوم حزبی زدن که دارن میان با کمال کلیچدرو و مراد آکشانی رو اینا یه ائتلاف کنن، یک نماینده معرفی کنن. پس در مقابل آقای اردوغان یک جریانی که به ائتلاف برسه قرار میگیره. این یعنی که رأی اونها نمیشکنه. این یک مورد. بحث دوم و مشکلی که آقای اردوغان داره این هستش که این جریان اپوزیسیون مدعی هستن آقای اردوغان در انتخابات ریاست جمهوری نمیتونه شرکت کنه. چرا؟ میگن ایشون دو مرتبه رئیس جمهور بوده، اگه میخواد رئیس جمهور شه برای بار سوم باید انتخابات زود هنگام برگزار کنه، چون قانون اساسی ترکیه میگه بیشتر از دو مرتبه نمیتونی رئیس جمهور شی. اما قانون اساسی نمیگه انتخابات زود هنگام برگزار شه باز میشه یا نه. حالا دولت باغچلی که در واقع حزب کهن ترکیه و نزدیک به حزب عدالت توسعه آقای اردوغان، اینا با هم هم ائتلافن، ایشون گفتش اگر نیاز به تغییر باشه برای حضور مجدد اردوغان در انتخاب ریاست جمهوری ما اینو در مجلس هم در واقع تغییرش میدیم. به هر حال اردوغان توی این انتخابات شرکت خواهد کرد، چه زود هنگام چه با تغییر. تو اون رقابتی که شروع شد کماچیشدار اغلو اومد دست گذاشت روی یک موضوعی که آقا ما باید از بخش محجبه ترکیه حمایت کنیم. از زمانی که کمال آتاتورک پدر ترکیه نوین اومد، خب میدونید دیگه سکولارش کرد، دین از سیاست جدا، اومد یه قانونی گذاشت که آقا کسان که معجب هستن در مناسب دولتی و در واقع این موارد این چنین نمیتونن پست داشته باشن. 2013 اردوغان این رو در واقع فشارش کم کرد اما قانون نشد. خود کمال کلیچدار اوغلو اشاره کرد که آقا ما بعد این رو در واقع بیایم درستش کنیم تا حقوق محجبه ها رو بهشون بدیم. از اون ور اردوغان هم اومد گفت آقا ما خودمون این رو شروع کردیم، ما قانونش میکنیم و به همین پرسی میذاریم اینا. یعنی یه بازی انتخاباتی اینچنین دارن، میخوان بخش محجبه و اسلامگرا رو توی این فضا به دست بیارن. این یکی، این بخش بسیار سنتی در کنار اردوغانه، اونتا بخش اپوزیسیون هم میخواد اینو جذب کنه. بحث دوم این هستش که یک قانونی توی ترکیه هست، چون میدونید انتخابات مجلس و ریاست جمهوری توی یک روزه، این اپوزیسیون گفته انتخابات مجلس رو برنده شیم قانون رو مثل قبل برمیگردونیم، حوزه اختیارات رئیس جمهور رو کم میکنیم. چه خبره؟ همه چی دست اردوغان افتاد، بعد کاش پیدا کنه. اما بحث اینجاست که اردوغان با دو چالش رو بره، یکی چالش انتخاب خودش هست تو رقابت ریاست جمهوری که با حزبی روبرو هست که ائتلاف میکنن، یک کاندید معرفی میکنن، و اردوغانی که میزان محبوبیتش کاهش پیدا کرده دیگه، میزان تورم وحشتناک در ترکیه رو میدونیم، منفی 56 میلیارد دلار کسری صندوق ذخیره ارزی دارن، تورم بالا، نرخ فلاکت در دنیا اول، افت شدید لیر، اما میزان صادرات به واردات بیشتر هم نشده. حالا یک اپوزیسیون فعال هم در مقابلشه.
اردوغان اگر بخواد همینطوری ارزپاشی کنه که 107 میلیارد دلار یه رقم وحشتناک ظرف 10 ماه ارزپاشی کرده و حالا داریم نزدیک به انتخابات میشیم، هی بخواد بیاد دم مردم ببینه پول 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 بپاشه یارانه بده، این دیگه منفجر میشه تورمه. حالا فرض رو بگیریم که تلاش کنه بخشی از جامعه رو همراه کنه، یه انتخاباتی در ترکیه داره ایجاد میشه که میتونه اقتصاد ترکیه رو با رأی آوردن اردوغان منفجر کنه. یعنی اردوغان به قدری به دنبال رئیس جمهور شدن باشه که علاوز اقتصادی کارهایی بکنه که وحشتناک برای اقتصاد ترکیه سم هست، یعنی ریختن بسته های مالی برای مردم ترکیه. دو، شما در نظر بگیرید که توی خود مجلس در واقع ترکیه هم یه مشکل دیگه اردوغان داره، یه قانون اینا دارن اگر احزاب زیر 10% رأی بیارن نمیتونن تو ائتلاف اون میزان کرسیشون رو با در واقع ائتلاف بعدی انتقال بدن. یعنی مثلا حزب عدالت توسعه 30% رأی آورده، دولت باخچلی که در واقع هم ائتلاف و در واقع شریک اردوغان هست حزبش 7% رأی آورده، این نمیتونه اون کرسی هاشو با در واقع اختیار حزب عدالت توسعه قرار بده، میره کنار. بحث اینجایی که دولت باخچلی حزبش اومده زیر 10%، رو 7-8%. اردوغان میخواد این قانون 10% بیاره رو 7 یا 5% تا بتونه تو مجلس دولت باخچلی هر چقدر که تونست کرسی به دست بیاره رو با حزب خودش تو ائتلاف داخل مجلس به در واقع ایجاد کنه که مجلس رو نوازه، چون باختش تو مجلس قطعی خواهد بود، چون تنها حزب خودش هستش که بالای 10%، بقیه احزاب ترکی اپوزیسیون اردوغان هستن. این تغییر در قانون اساسی یعنی جنگ، یعنی دعوای داخلی، یعنی اوج خشونت. ترکیه که دهک وسطش رو بررسی کردم بخوام دکتر فتوله چی از دست داده، یه رشد 200% داشته، بخش بالایی ثروتمندتر شده و دهک وسط کلا رفته به سمت دهک فقیر. حالا میخواد تغییر قانون اساسی هم بده، این دعوا هم جلو اونجا، وضعیت اقتصاد ترکیه هم بعد، میزان محبوبیت رو به پایین، اپوزیسیونی که در ترکیه هست همه ائتلاف، اختلاف هم نخوردن که تا الان، حالا شاید نزدیک انتخابات بخورن ولی الان نه یک پارچه عمل میکنن، مرتب جلساتشون رو دارن. این وضعیت آقای اردوغانه، یعنی آقای اردوغان مجلس رو قطعا خواهد باخت، تو انتخابات ریاست جمهوری هم اگر برنده بشه اقتصادی از ترکیه دیگه باقی نمیمونه، چون شرایط پیروزی چجوریه؟ بپاشی فقط بستای حمایتی به قول خانم دکتر فتوچی اقتصاد انتخاباتی. اما کدوم اقتصاد انتخاباتی؟ جایی که ترکیه وضعیتش بغرنج، تورم در اوج، سرقمی، کسری بودجه شدید، تراز تجاری بسیار بسیار اختلافش بالاه و پیشینه پیش روی دنیا هم یک پیشینه فعلا رکودگونه هست، یعنی افق خوبی نداره. هرچی بریم دورتر فشار در ایران ترکیه همه جا بیشتر خواهد شد و نزدیکی به انتخابات. آیا اردوغان میره به استفاده از دو عامل؟ اون دو عامل چیه؟ جاهایی که در واقع تمرکزگرایی بیشتره سعی میکنن با در واقع فضای امنیتی کردن جامعه مردم رو به سبد رأی امنیتی بکشونن، یعنی تنش در سوریه، عراق، قفقاز، انفجار در داخل ترکیه، این فضا میتونه در واقع یک فضای ناسیونالیستی ایجاد کنه، کمی سبد رأی بگیره. اما فکر نمی‌کنم ترکیه، آخه بحث برسنه که تو این مقطع ترکیه بخواد بازی این چنی هم کنه آسیب پذیره، وضعیت دنیا جوریه که تنش ممکنه در واقع فشار سنگینی از آمریکا، روسیه، ایران به ترکیه وارد کنه. شرایط بازی به این شکل سال 2017 نیست که، وضعیت به این شکله. یعنی ما الان میزان رادیکالیسم در ترکیه در 6 ماه رو به شدت بالا خواهیم دید، بسته به تلاش اردوغان برای تغییر در قانون اساسی در مجلس. احتمال ناآرامی‌های بسیار رادیکال در داخل ترکیه بسیار بالاست. الان داره سعی می‌کنه بسته‌های حمایتی این فضا رو آروم نگه داره، با کوچکترین جرقه منفجر میشه. این رو در واقع پیشبینی من هست، ما در ترکیه شاهد اتفاقات خواهیم بود. اما ترکیه مثل ایران نیست، ما توی بخش اتفاقات داخل یک ارتش و سپاه داریم که کاملا به سیستم وفادارن
و اساسا جدای از هم نیستن. توی ترکیه که کشور کودتا هاست و همیشه توی فضای این چنینی ارتش میومده کودتا میکرده جایگزین میکرده، درسته که 2016 اردوغان اومد ارتش رو پاکسازی کرد، اما تصور کنید ترکیه وارد یک هجمه سنگین بشه، اون جریان دولتی آقای اردوغان و یک اپوزیسیون پویایی در مقابل اردوغان، فشار و مشکلات و ارتشی که هنوز به صورت کامل و ایدئولوژیک در اختیار جریان حزبی عدالت و توسعه نیست. ما یک کشوری داریم که یک رهبر داره، رؤسای جمهورش تغییر میکنن، اما رهبر ما هست به عنوان یک رهبر در واقع دینی، سیاسی، فرهنگی، اجتماعی. ترکیه به این شکل نیست. ترکیه تو فرایند اعتراضات رادیکال یک هندونه در بسته است. بعد ببینیم آقای اردوغان میره به سمتی که یک ریسک بزرگ کنه و ترکیه رو در واقع به بهای به دست آوردن مجلس و ریاست جمهوری ترکیه رو در یک شرط بسیار خطرناک قرار بده یا نه. به نظر اردوغان این کار رو خواهد کرد، حاضر نیست از صندلی ریاست جدا بشه حتی به بهای تغییر در قانون اساسی و عملا امنیتی کردن و همینطور ارزپاشی گسترده در اقتصاد ترکیه. این بابام از بچگی میگفت تو یه چیزی رو میخوای تعریف کنی خیلی گنده کنی، الان همه میگن دنیا داره به هم میخوره، ولی واقعا شاید ترکیه بزرگ هست. بعد ببینیم اردوغان چه تصمیم میگیره. فعلا به نظر هر سه تصمیم رو گرفته، هم داره ارزپاشی میکنه، اقتصاد ترکیه خیلی شرط بعدی پیدا خواهد کرد، بدتر و بدتر و بدتر خواهد شد. این بعد که میگم واقعا بعد جمع کردنش اصلا غیر ممکنه. دو، به سمت تغییر قانون اساسی و در واقع جنگ با اپوزیسیون خواهد رفت. سه، امنیتی میکنه بر بهانه تنش با سوریه و عراق و قفقاز و اینا تا یک فضای ناسیونالیستی ایجاد کنه، این رو در واقع رأی رو به دست بیاره. اما هر سه اینها یک معنا داره، میزان رادیکالیسم و خشونت رو افزایش میده. وقتی خشونت بره بالا کنترل اوضاع دست خارج میشه و ترکیه داره با این شرایط روبرو میشه. این 5-6 ماه ترکیه در واقع فضایی هستش که میتونه اتفاقات عجیب غریبی بیفته، حتی فردای انتخابات هم میتونه اتفاقات عجیب غریبی بیفته، چون توی بخش ریاست جمهوری سبد آرا نزدیک خواهد بود. فضایی که رادیکال و دو قطبیسم بالا باشه، نزدیک بودن سبد انتخابات و رأی همیشه پشتبندش اتهام تخلف انتخاباتی هم هست. به این ترکیه تو شرایط قرار میگیره، منتظر باشیم. برای مردم ترکیه آرزوی بهترین ها رو دارم، همسایه ما هست. و در آخر باز هم میگم ایران است که باید بره این ترکیه رو جمع و جورش کنه، همیشه همینطور بوده و باز همین اتفاق میفته. ممنون با من همراه بودید. دارم بررسی میکنم سفر شی جی پینگ به عربستان رو، یه تحلیل بر راجبش بریم، ببینیم چی کارا کردن، چه توافقاتی کردن، قراردادها چیا هست، تا بتونیم ببینیم عربستان و حوزه عربی چه میزان شیفت به شرق کردن و این برای ما خوب هست یا نه. پاینده ایران، همیشه ایران برای ایران.